ملت رشید کرج در یک حرکت انقلابی توماری رو امضا کرد، یکی از بانیان مذاکرات 5 سال گذشته، آقای علی لاریجانی رو از ورود به کرج و از اینکه در روز 22 بهمن سخنران رسمی مراسم باشه در یک اقدام انقلابی محروم کردند. لذا وظیفه دارم از مجموعه جریانات دانشجویی که در این قضایا پیش قدم بودن و پیشتاز تشکر کنم، از امام محترم جمعه کرج و نماینده محترم ولی فقیه که از این موضع جوانان انقلابی حمایت کردند، و از مردم رشید البرز که در واقع ایستادن. پیام رو به آقای دکتر علی لاریجانی هم میدم که آقای لاریجانی، اگر تو و علی و شخص علی مطهری و شخص آقای جواد ظریف و شخص حسن روحانی 4 روز دیگه که مسئولیتتون توی مملکت تمام میشه، پاتون رو توی یک مسجدی، خیابونی، جامعه بگذارید به دلیل اینکه شما بانیان اصلی برجام بوده اید، مردم توی صورت شما تف میندازن. و شنیدم که امروز بعضی از نمایندگان مجلس نسبت به موضع مردم رشید البرز بیانیه صادر کردند. شما 350 روز دیگه از مدیریتتون و بودنتون در اون صندلی‌های سبز خانه ملت باقی مونده. شما سال دیگه در انتخابات دوباره میخواید شرکت کنید. شما محکومید که در این مجلس نشستید و سکوت کردید و آمریکا برجام رو پاره کرد و اروپا ملت رشید ما رو در این جریان کانالی که هفته گذشته ایجاد کرده تحت عنوان اینستاکس، ملت ایران رو در مقابل پدیده‌ای به نام نفت در برابر قضا قرار داد. شما بیانیه صادر میکنید آقای علی لاریجانی و نمایندگان مجلس که امروز بیانیه دادید علیه کرج. شما دیدید پریروز آقای جواد ظریف آمد در مجلس با چه حرارتی علیه آمریکا سخن گفت؟ انگار رسایی و حسین شریعت مداری و به اصطلاح همین بچه های انقلابی که از این دست حرفو میزدن، سعید جلیلی و انگار اینا بودند. دیگه آقای ظریف نبود که میگفت آمریکا وقتی یه چیزی رو امضا میکنه اندازه جوهر اون خودنویسی هم که امضا کرده امضاش ارزش نداره. دلواپس شدید آقای لاریجانی، تو مجلست میذاری یه دلواپسی به نام ظریف میاد میره پشت تریبون میسته میگه که آمریکا قابل اعتماد نیست. مگر آقای لاریجانی، آقای ظریف، وقتی میگفتیم آمریکا قابل اعتماد نیست، حسن روحانی نمیگفت تا میخواهیم تعامل کنیم گروهی تعامل ستیز میآیند میلرزند، اگر میلرزید سردتونه برید به جهنم. آقای حسن روحانی، آقای جواد ظریف و آقای علی لاریجانی، برید به جهنم حالا که دارید میلرزید.